برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای افضل رضا، کارشناس مسائل پاکستان، هندوستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا، در رابطه با موضوع تقاضای پاکستان از عراق برای افزایش سهمیه ویزای رایگان زائران اربعین، اگر توضیحاتی لازم می‌بینید لطفاً برای بینندگان گرامی بیان بفرمایید. بله، ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. اونچنان که پیش بینی میشد، دولت پاکستان مانند هر سال دچار چالش های در خصوص روانسازی سفرهای زیارتی اتباع خودش در ایام محرم و اربعین حسینی به عراق بوده و اونچنان که پیش بینی میشد دوباره روند مذاکرات نزدیک میان دولت مردان پاکستان و عراق آغاز شده. وزیر کشور پاکستان آقای نقوی که خودش متعلق به جامعه شیعیان این کشور هست، مشتاق تمایل جدی نسبت به همکاری پایاپای با دولت محترم عراق داره و رایزنی روز گذشته ایشون با سفیر محترم عراق نیست نشان دهنده گشایش هایی هستش که امکانن تا روزها و هفته های آینده ما شاهدان خواهیم بود. البته دولت محترم عراق نیز قوانین را وضع کرده که جلوی تعدد غیرقانونی و یا سوء استفاده از روادیدی که برای زبار محترم پاکستانی صادر میشه را جلوی اونها رو بگیره. هر سال تعداد زائران پاکستانی به سمت عراق رو اعلام میکنن که باید 50,000 یا 60,000 باشه به خاطر محدودیت های سفر، ولی دولت عراق در هفته های پایانی ماه محرم و اوایل ماه سفر با مساعدتی که نسبت به زبار پاکستانی داشته تعداد میبره بالا و پیش بینی میشه امسال تعداد زبار پاکستانی از 50,000 بیشتر بشه. اما یک چالش جدیدی که پیش روی زبار پاکستانی هستش اینه که طرف ایرانی تردد زبار پاکستانی از مبدأ این کشور به سمت عراق از طریق ایران رو مشروط کرده به همراه داشتن اتوبوس‌های خودشون، یعنی تمام کاروان‌های زیارتی پاکستان باید اتوبوس‌های خودشون رو بیارن وارد ایران بشن. این یک چالش عمده‌ای واسه زبار پاکستانی شده و گفته میشه که تا زمانی که روادید عراق حاصل نشه و کاروان‌های زیارتی مدارک دال بر داشتن اتوبوس‌های پاکستانی رو به سفارت و یا سرکنسولگری‌های ایران در کشور پاکستان ارائه ندهن، خبری از صدور ویزا و حتی روادید دوبار ورود برای زبار پاکستانی عازم عراق نیست. و به نظرم این واقعا یک چالشی هستش که اگر دولت عراق نیست مساعدت بکنه روادید رایگان بشه، سهمی هم دو برابر بشه، چالش عمده پیش روی زبار اینه که دولت ایران امکان تأمین زیرساخت‌های حمل و نقل برای زبار عزیز پاکستانی نیست و این سفر این بندگان خدا رو به حالت، یعنی در این صورت معلق گذاشته. بسیار پریشان حال هستن در این صورت. سپاس از شما افضل رضا، کارشناس مسائل پاکستان، هندوستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا.